جمله درباره خامنه‌ای گفتن. اگر آقایون مایلن من نقل کنم و الا The film shows how Rafsanjani guided their choice. بله. ما با هم مباحثه داشتیم. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان. موافق هستن قیام بفرمایید. بشمارید. ادامه رازهای زندگی خامنه ای به روایت محسن مخملباف. خانه های خامنه ای. خانه خمینی در جماران 200 متر بود. خانه اصلی خامنه ای در پاستور 1200 متر است. این خانه 1200 متری تنها خانه ای است که همه از آن مطلعند. خمینی تنها در یک خانه کوچک در قم و یا حسینیه جماران زندگی کرد. اما خامنه ای از تمامی کاخهای شاه که حالت موزه نیافته است استفاده می کند و حتی بر آنها افزوده است. در این حال هنوز بچه های ایرانی در کتاب های درسی خود می خوانند که قاشق چایخوری شاه از طلا بوده است و اشرافیت او باعث انقلاب شد. زیر خانه خامنه ای در پاستور در عمق 60 متری یک پناهگاه 5000 متری ضد اتمی ساخته شده که تنها قیمت آسانسورش 5 میلیون دلار است. یک پناهگاه هم زیر کاخ وکیل‌آباد مشهد ساخته شده است. اما این پناهگاه اتمی در مقابل انقلاب ممانعتی نمی کند. اگر انقلابی در ایران اتفاق بیفتد، خامنه ای به سوریه می گریزد و در وهله دوم به روسیه. لوجستیک خامنه ای. در سیستم خصوصی بیت رهبری امکانات زیر به صورت اختصاصی استفاده می شود. یک عدد هواپیمای ایرباس مخصوص سفرهای خودش. دو عدد بوئینگ 707، یکی مربوط به سفرهای فامیل و یکی مربوط به محافظین. پنج عدد فالکون، دو تا مربوط به سفرهای خودش، یکی برای سفرهای مشتبا و دو تا برای سفرهای فامیل. پنج عدد هلیکوپتر، دو هلیکوپتر برای سفر خامنه ای، یک هلیکوپتر برای سفر مشتبا و دو هلیکوپتر مربوط به فامیل. با آنکه پرواز هلیکوپتر در آسمان تهران ممنوع است، اما در شمال شهر تهران مدام صدای هلیکوپتر شنیده می شود. باند هلیکوپتر یکی در مهرآباد و یکی در عباس‌آباد، یکی بغل هتل استقلال، یکی در منظریه تهران، یکی در قم و یکی در لواسان. شش عدد ماشین ضد گلوله، هر کدام به ارزش 17400 دلار و 1200 عدد ماشین های دیگر. اداره کنندگان بیت رهبری. اول قرار بود منتظری جانشین خمینی باشد. مخالفت او با کشتارها در زندانهای سیاسی او را مغضوب خمینی کرد و نه تنها برکنار شد که حتی در خانه خود زندانی شد. البته عده ای از روحانیون نیز در برکنار کردن منتظری و جایگزین کردن خامنه ای بی نقش نبودند. وقتی خمینی در حال مرگ بود، عده ای خواستن احمد پسر خمینی جانشین او شود. احمد خود به دنبال چنین نقشی نبود. خمینی می گفت هر کس را می خواهید بعد از من رهبر کنید، اما چنین جفایی را در حق من نکنید که احمد را رهبر کنید. نگذارید مردم بگویند مثل سلطنت از خمینی به پسرش به ارث رسیده است. عده‌ای هم از این فرصت به دنبال کنار زدن منتظری از قدرت و جایگزین کردن خامنه ای بودند، مثل ری شهری و محمدی گلپایگانی و حجازی و طائب که در آن زمان بازجوی مهدی هاشمی بود. همه این گروه بعد از مرگ خمینی و به رهبری رسیدن خامنه ای همه کاره دفتر او شدند. اینها حتی با طرح شورای رهبری بعد از خمینی مخالف بودند، شورایی که قرار بود متشکل از آیت الله گلپایگانی، اردبیلی و خامنه ای باشد. گفت من رو تحلیل امام جواب بود. گفت واخه مردم مسئله اینشون رو میخوان. گفت اینشون میگن فتوش به فتوا امام. برو تحلیل امام جواب بود. خب این همش مبتذل کردن از ضعیت شیعن. این کار رو نویم جامعه هم رو در رسید. چهار تا بچه به تمرات را میدادن. چهار تا بچه در شب فوت آقای عراقی متقوم بودن. راه انداختم تو خیابون اونجا راست جامعه هم درسید. یه چهار تا اترون خوشیدم اومدن که هفتش تا میشته نمدن نور شیدن اومدن هفت تا بستن که ایشون هم جز بودن نیست ایشون در هفت من شده حقا نداره پس با بوده بیرون در بسید.
امام جمله درباره آقای خامنه‌ای گفتن. اگر آقایون مایلن من نقل کنم و الا بله. The film shows how Rafsanjani guided their choice. بله. ما با امام مباحثه داشتیم. فردا ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان.